کی بود؟ این روز منو کسی نبینه، کاری که خدا نخواد همینه، آدم به خاک سیاه میشینه. ای داد ای داد فریاد شدم بنده، نگازی و نبنده، آمیتی بد آوردی، بد چوبی داداش بردی، سرعت رفتن، گفتم استقابه، آفل بودن، کاری ناسبابه. چم شدن چی چی بود، حواست پیش کی بود، چم شدن چی چی بود، حواست پیش کی بود؟ مهدی آقا کجا رفیق؟ آقا رضا پستچی توی؟ آره سلام علیکم. سلام علیکم. یه نامه داری مهدی آقا، الهی در میندازمش تو بیا ورش دار. خیلی خوب اومدم. خب دیگه ما رفتیم مهدی آقا، خداحافظ. قربون تو رضی جون، خوش اومدی. ان شاءالله که خوش خبر بشی. اینا چی ها؟ پس از عرض سلام محترمان، جهت یک کار فوری با حقوق مکفی احتیاج مبرمی به شما داریم. خواهشمند است دعوت ما را پذیرفته فردا صبح ساعت 11 در ویلای شماره 15 سرافرازمون فرمایید. قبلا صمیمانه از همکاری شما تشکر می‌نماییم.
با کمال احترام استاد ابوتراب خوشکام. استاد ابوتراب خوشکام. خدا گرز حکمت به بنده دری، زرحمت گشاید در دیگری. شکر پروردگارا. مشروب غیر الکلی قربان است. زنگی با اجازه آقایون برو چه فرمایی. فرمایشی بود آقا. مگه اینجا ویلای شماره 15 نی؟ گمان میکنم یک آدم دعوتنامه ای باشه. نامه داشتین؟ بله، چطور مگه؟ هیچی، معذرت میخوام، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. خدا آخر عمرت ما رو به خیر کنه. اله عمی. تا اینجا شدیم سه تا. بفرمایید بشین. اومد. سلام علیکم. آخه. اسم من مهدی آقا شوفره. نامه دارین؟ آره، چطور مگه؟ خوشبختیم. بنده آقای مهندس بیلی مشاور حضور از آشناییتون خوشبختم. خب خوشبخت دوم آقای فتح‌الله خان آشپز باشی، شغل دنبالم پس. به به. ببینم شما هم نامه دارین؟ خیلی جالبه. هیچ میدونیم با چه کاری شما اینجا خواستن؟ ما که نمیدونیم. شما چطور؟ سلام دوستا. این کیه؟ از دیدنتون واقعا خوشحالم. من استاد ابوتراب خوشکام هستم. شما با اومدن خودتون منو ممنون و مدیون خودتون کردید. بنده سلام کردم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بنده اول میفرمایم. میدونم که هر کدوم از شما این سوالو دارید که برای چه کاری استخدام خواهید. البته دختری رو که من استاد. معذرت میخوام، فراموش کردم معرفی کنم، منشی مخصوص من سوری خانم. خوشبخت. برنامه شروع شد. نیمتخت. ایشون دوست عالی قدر من جناب آقای امیر محمود ابن یوسف ابن طاهر ابن. من معذرت میخوام، خلاصش میکنم، تیمور ابن گورکانی هستم. ببخشینا این طفلی باز فقط شیشت کامینو ده چرخ اسمشو بکشه. خندیدم. خب آقایون، همونطور که ملاحظه فرمودید ایشان یعنی جناب امیر محمود خان که از یک خانواده متشخص و سرشناس هستند به عللی تعلیم و تربیت صحیح و معلومات کافی نداشتند و حالا باید تحت تعلیم و تربیت صحیح قرار بگیرند، البته با کمک شما دوستان عزیز رفیق شناس. نفهمیدم این چیزا چه ربطی به کار ما داره؟ ما فقط یه شوفریم. باندم که فقط یه آشپزم. پدر من از یه معلم موسیقی چه کار ساخته است؟ خواهش میکنم اجازه بدید آقایون، شکست نفسی نکنید. شما هیچ کدوم آدم های معمولی نیستی. نه خیر، ما غیر معمولی است. سوری جان پرونده. آقای مهندس بیلی فارغ التحصیل و شاگرد اول در رشته موزیک. منه میگه زنبور. دارای فوق لیسانس در ادبیات، آشنا به 7 زبان زنده دنیا که به خاطر عشق زنی مدتی در یکی از بیمارستان‌های روانی بستری. خواهش میکنم سوری خانم. تا اینجاش کافیه، دیگه خجالتمون ندیم. مهدی آقا صدیق نژاد، مردی خودساخته و شوخ‌طبع، سوارکاری بی‌نظیر که به اغلب ورزش‌ها آشنایی کامل دارد. او استاد در فن رانندگی است و یک بار نیز در مسابقات اتومبیل‌رانی شرکت کرده و اول شده. حالا نوبتیم که باید نوبت معلم منه. و اما فتح‌الله خان. بسه دیگه، بسه. گزارش کافیه. فتح‌الله خان همه میشناسن. خدا پدرت بیامرز، نوبت به فتح‌الله خان رسید، آسمان تپید، ای بخشکی شانس. خب گزارش شنیدید. حالا لازمه که بدونید هر کدوم از شما چه وظیفه‌ای به عهده دارید. بله بله. شما آقای مهندس بیلی باید امیر محمود خان رو به صورت یک جوان تحصیل کرده و مبادی آداب در بیارید
و حداقل یک زبان زنده ی دنیا رو بهش یاد بدید. صحیح، بله. و شما باید به امیر محمود خان رانندگی، سوارکاری تعلیم بدید و کمکش کنید تا یک ورزشکار به تمام مناز کار در بیاره. مبارک ببخشینا، استاد جون بنده رو معذور بفرمایید. چون کار مخلص، مسافر از این طرف به اون طرف بردنه. با کدوم ماشین؟ ماشین قراضه تصادفی. کمی درست دارم. معذرت میخوام استاد. معذرت میخوام، الان برمیگردم. معذرت از خودتان است، بفرمایید. چی میگه؟ نه. این رو بگیر. آها. رسیدن. پیاده شد و بله میشنسید. مادرش هم همراشه. ولی من داییشو نمیبینم. داییش؟ پس اون کجاست؟ گزارشو نگاه. در گزارش قید شده دایی مرتضاش هم باهاشون همسفره. بله درسته، اون آشیش الان پیاده شد و رفت به طرف اونها، داره میره به طرف اونها. همه چیز رو به راهه، باید آماده بشیم. شکار از راه رسید، بریم. اینو خالیش ماشین، اینو پایین پرت کن. بابا دست ماشین نکنی، بیسم که بید قوطیه که من حالا چی میشم؟ چی جواب ندارم. فوق‌العاده است، خوشگله. کی خوشگله؟ خب معلومه دیگه، من. خودت تو آینه دیدی؟ داشتیم پدر جان. یکی دیگه نظیر نداره. چه خبرت؟ اوخی، افتادم. این نهر چی میخوری؟ برو تو رو نخور نزن. دیگه ویلایی بهتر از این وجود نداره. عجب دکوری یا بچه؟ دکور چه بی سوادی؟ اگه اینم نپسندین بهتر از اجاره ویلا منصرف بشین، چون دیگه در شمال ویلایی بهتر از این پیدا نمیشه. هل مأمور و معذور، من نماینده آدم متشخصی هستم خانم. به هر حال فکر میکنم اینجا جای مناسبی باشه. بله بله، در ضمن باید بدونین که این ویلا اجارش تقریبا خیلی زیاده. مهم نیست، راجب اجارش نگران نباشید، فقط باید عجله کنید. خب متوجه شدید؟ عجله؟ برای چی عجله؟ آخه میدونید جناب آقای امیر محمود خان تا دو روز دیگه وارد میشن. گفتین جناب چی؟ استاد معذرت میخوام سوری جان، هیچ متوجه نبودم. الله اکبر. ولی حالا که اسمشون رو بردم بذارید معرفیشون کنم، چون این خانم از هر لحاظ قابل اطمینان من هستن و این سر رو فاش نمی کنم. ایشان جناب آقای وای خودم مخم ترکید. استاد دستم به دومنت، یه خود خلاصش کن. اینا تا صبح اینجای ما. یس یعنی بله. یخونی حق با توی جوان. خانم ایشان جناب امیر محمود ابن تیمور گورکانی هستن. بله بله، فکر میکنم بشناسمشون. ایشون شخصیت برجسته‌ای هستن. خب پس با اجازتون من میرم قرارداد ویلا رو حاضر کنم. خداحافظ. خداحافظ. راستی یادتون باشه که مطلب امیر محمود خان جای فاش نکنه، چون این موضوع خیلی سریه خانم. مطمئن باشین استاد، مطمئن باشین. خداحافظ. ریستارت میزنه بابا، ریپ میزنه. دیگه بهتر از این نمیشه. تا یک ساعت دیگه این موضوع در تمام شمال تو دهنها میفته. بچه ها شروع کنید. شروع کنید. 3, 4, 6, 9. بچه تو چقدر خنگی، زغل قورت میگی الهی. خوب گوشاتو وا کن. چرا دقت نمی کنی؟ دقت می کنم. حالا والس. والس همون تا دوره. همون که دور می گردن. همون که دورش بگردن. ماما. سک و مارید برست. She's down.
من میترسم مرگ تو. اجازه بده اول سوار یه قاطری اولاغ چیزی بشن بعد سوار یه قاطری. چرا معطلی؟ پس تو کی میخوای این چیزا رو یاد بگیری پسر؟ بیا حالا سوار شو. حیوان آرومیه، نترس. چشم. خدایا، خدا رو سپردم به دست تو. سوار شدم. پس سر این طرف کو. سر خلق کجا رفت؟ وای! سرتش پاکی شده. نه هنر میخواد. هنر ببین. کجا میری؟ و حالا از این به بعد که باید مهارت داشته باشی. ببین. یوان. مثل حریر نرم. نرم. بسیار خوب. حالا بنشین و امتحان بکن. استاد جون. ببینم ممکنه چند کلم با تون خصوصی اختلاط کنم. چیه؟ چی میخوای بگی؟ اینجا نمیشه بگم استاد جون. اگه چند قدم بریم اون طرفتر خیلی بهتر میتونم بگم. خیلی خوب، بگو ببینم چی میخوای بگی؟ میگم اوسی جون، اگه اجازه بدین با یه نفر دیگه این کارو بکنم خیلی بهتر میشه. میدونین برای اینکه من از سوری خانم خجالت میکشم. واسه یه چی؟ اون داره به تو کمک میکنه مثل یک استاد، بنابراین دلیلی ندار که ازش خجالت بکشی. آخه دست خودم که نیست استاد. هر وقت با سوری خانم شروع میکنم به تمرین ماچمانیزاسیون، از فرق سرم تا شست سپام شروع میکنم عرق ریختن جونشو. این ثابت میکنه که تو عقده خود کمبینی داری. جوون باش، مبارزه کن و اهمیت نده. برو جانم، برو دل به کار بده و در فرون عشق بازی برای خودت جای باز بکن. چرا بایستدی؟ چشم. برو دیجه. پس برم جارو با کنم و مبارزه کنم. چشم، هرچی شما بفرمی خودم. این دیگه باز چیه؟ شما با این دوربین کجا رو دید میزنین ها؟ نکنه کلکی تو کارتون. انگار صبر من، یعنی که نمیشه جواب شما رو ده. نه این درست نیست. من هر وقت بلبو میکنم عدسه میکنم. چه این کاری کردی؟ معذرت میخوام، حواسم پرت شد جناب امیر محمود خان. بفرمایید بریم. تشریف بریم آقا مهدی، همه منتظرن، نهار داره دیر میشه. خیلی باید گوش به زنگ باشی و حواستو جمع کنی. خبرهای منزل جواهریان برای من خیلی مهمه. مطمئن باشین استاد، شما رو در جریان میذارم. برو جونم، موفق باشی، برو. خداحافظ. خداحافظ جونم، برو. هی بفرمایید دوستان من، شروع کنین که من امروز خیلی گرسنه‌ام. دوستا گرسنه شه. چطوری؟ یارو رو. چطوری؟ آشناست. ببینم استاد، این همون مستخدم خودمون نبود که چند روز پیش نیست؟ چرا این ریخته به شکل راننده پدر اومده؟ او آره چیز خود در منزل جواهریان. استاد. بله این کار سوریه دیگه. فکر کردم این لباسا بهش قشنگتر میاد. اینطور نیست. والا این تو که من فهمیدم هر لباس که شما درست کنین به تن همه میخوره. شما رو به خدا کولموله درست نکنین که برای کله ما گوشد. آقای فتح‌الله خان، شما ما رو به میز خالی دعوت کردین یا بوغلمونی چیزی هم در کار؟ ابر تعامل بکنم. آفترنون. بوغلمان را بخوی. گود آفترنون. یعنی از زیر سبد در آوردم و نصفشو با یه نون تافتان اون لنبوندم. اینطوری دهن ما افتاد. خدایا گناه همه بندگانت را ببخشای. 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 آشپز چیزی نبود. شاگرد من آفرید. اوکی. این رو پور کمال اونجا چیکار میکنه؟ دست ننم درد نکنه، باید یه کاسه زیری ماسخاری باشه. خواهر جون، چند دفعه باید بهتون بگم شما به کارهای خودتون برسین و به راننده و مستخدمین خونه کاری نداشته باشین. اگه میدونستم تو خوشت نمیاد استخدامش نمیکردم. به هر حال قبلا پیش استاد ابوتراب نمیدونم چی کار میکرده. یه رضایتنامه بلند بالا هم دستش بود. تو پسندیدیش مهناز؟ بله مادر جون، خیلی با ادب و موقره. فقط یه عیب داره، اونم اینه که برخلاف میل من خیلی آهسته ماشین میبره. هر
چقدرم بهش میگم سریع تر بره، گوشش بدهکار نیست. نباید بدهکار باشه. سرعت بیش از حد چه نفعی به حالت داره؟ من میترسم بالاخره یه روز این سرعت رفتنهای بی جا کار دستت بده. پس خبر نداری دایی جون؟ هفته آینده قراره تو مسابقه اتومبیلونی شرکت کنم. شنیدی خواهر؟ این دختر تو حتما عقلشو از دست داده. با این کار خودشو به کشتن میده. اگه شرکت تو این مسابقه خوشحالش میکنه عیبی نداره، بذار شرکت کنه. من نمیفهمم تو چرا همیشه از دختر جانبداری میکنی. من خیر و صلاح اونو میخوام، باش که دشمنی ندارم. حالا واقعا خوشحالت میکنه دخترم؟ خیلی خوشحالم میکنه مادرجون، بیشتر از اونی که شما فکر میکنین. متشکرم خیلی. جان من، عزیز من، در زندگی غیر از این بازیای بچگانه کارهای مهمتری هم وجود داره. چیه دایی جون؟ نکنه دوباره میخوای صحبت ازدواج رو به میون بکشی؟ اتفاقا همینطوره. تو هیچ میدونی مادر تو از چی محروم کردی؟ از یه نوه خوب. راستش تا حالا هیچ وقت به فکر مادر شدن نیفتاده بودم، ولی خیال میکنم بتونم مادر خوبی باشم. عقیده شما چیه؟ خوبه. ببخشید خانم، اینو از تعمیرگاه آوردن و گفتن بدم به شما. چه خوب، کاربوراتور اتومبیلمه. چرا اینجوری گرفتیش؟ میترسه نیشت بزنه؟ خب من رفتم. عجیبه، خیال میکنم ازدواج کردن و بچه دار شدنم زیادم خالی از تفریح نبود. شوتی میکنم این. حالا فقط یه جو شانس لازمه قربان. دختره زده به سرش که ازدواج کنه. عجب شانسی، دیگه بهتر از این نمیشه، واقعا عالیه. دایی مرتضاش هم دنبال یه شوهر مناسب واسه دختره میگرده. یه جوون ترگل ورگل از یه خانواده محترم و سرشناس. اینم عالیه. سوری جان، ببین نقشه های من چقدر خوب پیش رفت میکنه. ما هم جناب امیر محمود و واسه دختره آماده کردیم. یک ورزشکاری که هم مبادی آدابه و هم خوش قیافه است. الان هم بیرون مشغول تمرین ورزشه. خوش سر زبون و نجیب زاده و محترم و یه خانواده سرشناس. سلام. خوب دستمون انداختین، دستون درد نکنه. ها نقشه این بوده. آره میجا استاد، در واقع نقشه علافی ما رو میکشیدن. زنبور. از اولش هم نقشه آقا بوی علافی میداد. صبر کنید آقایون، صبر کنید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. من نمیدونم شما اون پشت چی شنیدید، ولی مطمئنم که اشتباه میکنید. عجب. این آقا میفرمان که ما اشتباه میکنیم، درسته؟ ممکنه تا اندازه اشتباه نباشد، ولی در حقیقت غلط است. یس یعنی بله، نه خیر. به فرانسی یعنی توجو، یعنی ایتس نو گود، دال بده. مطلب گفتم. شما چطور به خودتون اجازه میدین با استاد اینطور حرف بزنین؟ استاد استاد بی استاد، دیگه گنده کارتون در اومد. اینقدرم استاد استاد به خیک آقا نبم. اصلا کی به شما گفت؟ ایس نیتی آقا، این موضوع اینقدرام که فکر میکنی قابل بحث نیست. چی بگم؟ میشه اسم بشکن بشکنی و بشکن؟ سرگرمی. سرگرمی، یه سرگرمی روش بگذارید. برعکس، من اگر جای اوستا بودم یک اسم دیگه روی اون میذاشتم، نه سرگرمی. مثلا چه اسمی؟ اگه لازم باشه من میتونم یه اسم با مسمایی براش پیدا کنم. والا تا اونجایی که من میدانم هنوز کسی نتوانسته اسم با مسمایی برای این جریان تهیه بکند. البته شاید او سپدند. آقایون، اونطور که شما خیال میکنین نیست. حالا براتون توضیح میدم. هیچ وقت شده فکر کنید که تو دنیا چند تا دختر میلیونر دم وقت وجود داره؟ والا بنده بیگونه هم بجان خود. خب این به ما چه مربوطه؟ در هزارها از این عروسک های مامانی قیمتی وجود داره که همه منتظر شوهرهای جوان و خوشگل هستن. حالا عیبی داره اگه کسی وسیله بشه تا جوان لایق و با شخصیتی در مقابل یک از این زیبا رویان ثروتمند قرار بگیره؟ با منه. حالا دیدین همتون اشتباه فکر میکردین؟ دیدین که هیچ چیز بی مسمایی وجود نداره، بلکه برخلاف تصور شما استاد سرگرمیشون اینه که زوجای مناسب رو به هم برسونن و باعث خوشبختیشون بشن. عجیبه. متشکرم، متشکرم سوری عزیزم، متشکرم. خب حالا برای اینکه بیشتر به رویه من آشنا بشید،
بذارید یه چیزی رو نشونتون بدم آقایون. بله. آقایون از این طرف. میخواد یه چیزایی نشون بده. بفرمایید از این طرف. بفرمایید. بریم دیگه. بریم. خدا آقا تو ما رو خیر بیاره. چی میخواد نشون بده؟ خوب نگاه کنید. بیشتر شهرهای ایران در این ویترین مشخص شده و این مجسمه ها همگی نشان دهنده فعالیت این بند است. قزوین، تبریز، رضاییه، آبادان، شیراز، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، همدان. خلاصه در اغلب نقاط ایران این کار خیر رو انجام دادم و فکر میکنم تا حالا 111 زوج. استاد 112 زوج. درسته. راستش فراموش کردم استان چیزو بگم. استان چیزو بگم. گیلن نگفتی استاد. درسته. قبول بفرمایید با این گرفتاری ها برای من دیگه حواس نمونده. در هر صورت من از این که این عمل خیر رو انجام بیدم و زن شوهرهای مناسب رو به هم میرسونم احساس غرور میکنم و غرق لذت میشه. آخه جان من، پدر من، یکی دیگه با یکی دیگه ازدواج میکنه. اون لذتش شما میبری جان؟ ببینم استاد، خب این کارا پولش از کجا میاد؟ میتی عزیز من، فقط با نقل عروسی که نمیشه زندگی کرد. راستشو بخوای اگه از طرف عروس و داماد هدیه‌ای به من داده بشه به عنوان شیرینی قبول میکنم. کار خلافیه؟ خب بله، البته اگه دفتر معاملات شوهریابی وا کرده باشی نه. براوو میکی عزیز، میدونستم تو آدم فهمیدهی هستی. راستی ببینم استاد، چرا میان این همه آدم این پسره خنگ امیر محمود خان انتخاب کردی؟ برای این که امیر محمود از یک خانواده ممتازه، از یک فامیل متشخص به حسابیه. این یکیش دیگه خیلی خنده داره جوبی میره. مرد حسابی کجای اون بدبخت ممتازه؟ بابا این یارو هنوز مثل بچه خوندقی جشن داره خیس میکند که این هنوز چهارده صبحم نمیتونه راه بره جوبی میره. خواهش میکنم اول ایبای خودتونو بگین. خیلی خوب، باره حالا تو چرا سنگین بابر اینقدر به سینه میزنی؟ نسوری جان، حق با آقا جونه. باید اعتراف کرد نتیجه زحمات شبانه روز این آقایونه که اونو به اینجا رسونده. الانم کاملا آماده است که ترتیب اولین ملاقات شما دختره بدیم. ولی واسطا تو هنوی این دختره رو به ما نشون ندادی. اصلا به ما نگفتی این دختره کی هست؟ الان بهتون میگم. اون مهنازه، دختر مرحوم جواهریان، مسیحیتی که جواهرم میمونه. 50 میلیون بهش ارث رسید. خدا بدترین 50 میلیون؟ شاهی، ریال یا تومان؟ ده تپ میخونه. بگو دیگه. تومن. باور کنی جدی میگم. تومن. آشالله. خب. حالا میخوام ترتیب ازدواج جناب امیر محمود خانو با این دختره 50 میلیون تومانی بدم. کسی حرفی نداره؟ کی داره؟ چرا؟ بنده حرف دارم. قلبم ریخت. دوسته، هنوز بعضی چیز هست که برای بنده روشن نشد. میتی آقا که ماشالله هزار ماشالله معلم ورزش سورانندگی امیر محمود خان است. آیه مهندس بیلی هم که وضعش معلومه، 5 زبان میداند و بعد؟ چه؟ 7. 7. با زبان زرگری و مرغی میکند 7. بندین واسه جیگرم؟ کاملا درسته. دوست عزیز، وظیفه شما از همه مهمتره. مرتضی خان دایی دختره آدم شکم پرستیه. نقطه ضعفش فقط غذای خوبه. تو هم که یه شکارچی زبردستی، یعنی آشپز خوب. حالا این شکار شکمو رو تو باید به دام بندازی. و پور کمالم سلام جانم، برای اینکه ما رو در جریان بگذاره تو خونه دختره به عنوان یک شوفر انجام وظیفه. کارا داشت حسابی پیش میرفتا. این چه جور توپ زدن بود پسر؟ ببخشین استاد جون، نمیدونم چرا یه دفعه اینجوری شدم من. قوی شده استاد، قوی شده. مرسی. خوشتیپ ترم شده.
حالا باید یه شوفر دیگه پیدا کنیم که به جای پور کمال تو خونه دختر انجام وظیفه کنه. عجب بدبختی. ها؟ چرا اونجوری به من نگاه میکنی بره؟ خیالت راحت بکنم، من مورچه سواری هم بلد نیستم، راحت آسوده. خیلی خوب میره. بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم دور ما یکی هم خیلی بکش. اگه خوانندگی بود یه کارش میکردیم، اما رانندگی ابدا ابدا. نه گفتم لی 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 آدم، تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ چطور به خودت اجازه دادی همچی کاری بکنی؟ ببینم، تو دختر کلفت چطوری به خودت اجازه دادی همچی کاری بکنی؟ کار من به تو هیچ مربوط نیست. خیلی هم مربوطه دختر. اگه لوله بنزین رو از اونجا رد کنیم، کار دست صاحب ماشین ننه مرده میدی. ننه مردم هستی؟ بی تربیت. من خودم خود میدونم چی کار دارم میکنم. باریکلا. جدن باریکلا. پس تو خودت خوب میدونی که چی کار داری میکنی هم؟ خیلی خوب باشه، بکن. بای بای. صبر کن ببینم. ببین. اصلا تو کی هستی؟ من سرورت، شوفر جدید. چه از خود راضی؟ اینجا کسی شوفر نخواسته، مرخصی. درست. پس میدونی چی میخوام؟ یه نفری که نظر دختر کلفت پر روی مثل تو پدر اون صاحب موتور در بیاره. تو که همه چیز عوضی بسی، لوله بنزین که از اونجا رد نمیشه دختر مامانی. کی به تو اجازه داده به من بگی مامانی؟ مخلصت اجازه نامه شفایی داره، الانم تو جیب بغلشه. و سلام شد تمام. بای بای مامانی. اگه این رضایت نامه رو بخونین متوجه میشین که من پسرمه پور کمال راننده قبلیتونم. آخه اون خدا بیامرز عمرشو داد به شما. عجب دنیایی. بله، جدن آدم شاخ در میاره. همه اونایی که براشون کار میکردم از کارم راضی بودم قربان. بیچاره مرد خوبی بود، خدا بیامرزدش. شما هم ماشاءالله خوبین. ایشالا وقتی مردین خدا شما رو میامرزه. چی گفتی؟ منظورم بعد از سر 20 ساله. آه، این شد یه چیزی. بله. خب بگو ببینم، زن و بچه‌م داری؟ به طور کلی اهل چه فرقه ای هستی؟ اختیار دارین قربون، ما اهل هیچ فرقه ای نیستیم، زن و بچه‌م نداریم. اصولا با زنا میونه خوبی نداریم. فقط یه عیب خیلی گنده داریم که چیبی؟ بگو ببینم. هرچی پول گیر میاریم ما میریزیم تو این شکم صاحب مرده. آقا قضا مزاره خیلی مخلصی. بارکالله، خیلی خوب گفتی. در این مورد با تو هم عقیده هستم. زندگی یعنی شکم، دیگه باقیش حرف مفته. جدن همینطوره. خوشحالم که یه هم شکم پیدا کردم. میدونی قربان، این دختر کلفتی اینجا چی کار میکنه؟ کدوم دختر کلفتی؟ قربان همین خج قرقروتونو میگم دیگه. خواهش میکنم بهش بگیم به پرپای من نپیچه، چون همونطور که گفتم من با زن جماعت اصلا میونه خوشی ندارم. چی میگی مرد؟ اون که خج قرقرو نیست، اون خواهرزاده عزیز من مالک اینجاست. نه آره، اینجا همش مال اونه. به این وقت خوب توجه داشته باش. اکی به خوشی شانس. در گوشی چی با هم پچ پچ میکردیم؟ دایی جون نکنه یه وقت این یارو رو استخدام کنی؟ استخدام راننده با منه مهناز جان. ولی من از این پسره هیچ خوشم نمیاد. بهتر زیاد به خود تلقین نکنی. اینطور که من فهمیدم این راننده اهل هیچ فرقه نیست. بله. نگفتی اسمت چیه؟ مهتی آقای شوفر، چاکر شما. خب حالا برای اینکه از رانندگیتم امتحانی کرده باشم، منو برسون به هتل کازینو. اگر کارتو بپسندم استخدامت میکنم. چشم برمون، برم ماشین حاضر کنم دیگه. چشم، البته با اجزه شما. با اجزه شما خدمتت میرسم.
بالاتر از این دیگه خدمتی نیست. متشکرم. بگیم ببینم چه کمکی از دست. راستش موضوع مربوط به خواهرزادم مهناز. اون الان دختر دم بختیه و علاوه بر این هم خوشگله و هم ثروتمنده. دلم میخواد یه جوون پاک و نجیب از یه خانواده خوب و آبرومند پیدا کنم و دست مهناز عزیز رو بذارم تو دستش. منتها این جوون باید لیاقت اونو داشته باشه و بتونه خوشبختیشو تضمین کنه. کار مشکلیه مرتضی خان. این روزا دیگه یه همچی جوونی پیدا نمیشه. چرا؟ پیدا میشه. همین چند روز پیش من ویلای صدف رو به یه آدم متشخص اجاره دادم. میگن خیلی آدمی با اصل نسبیه. حتما از اون پیرو پاتالاس. گوش کن چی میگم مرتضی خان. بهترین راهش اینه که یه مهمونی بدی. چی؟ مهمونی؟ لازمه. یه مهمونی بزرگ و مجلل و اون وخرچ جوون تو شهره دعوت میکنی. بعدش هم میتونی از بین اونا مناسب ترینش رو انتخاب کنی. فکر جالبیه. واسه این کار فردا بعد از ظهر چطوره؟ فردا بعد از ظهر؟ خیلی هم خوبه. مهمونی در ویلای من برگزار میشه. منتها انتخاب مهمونا و دعوتشون با شماست. چی شد مرتضی خان؟ بوی این غذا چه اشتها آوره. معذرت میخوام آقا، اسم این غذا چیه؟ این غذا دستپخت چاکر قربان. اسمش هم بره در رخت خواب است. چی؟ بره در رخت خواب؟ البته. چه اسم عجیب و غریبی داره آقا. بله بله، یعنی بره ای که در رخت خوابی از سس و شراب و زعفران خوابیده باشه. عالیه. فورا یه کمی از اون برا من بیارید. چی گفتی ها؟ نمانه؟ خیلی معذرت میخوام، ایشون اینجا کار نمی کنن حضرت آقا. ایشون دوست من هست. بله؟ چطور؟ ایوه شما هستین استاد. ابو تراب خان شما اینجا چی کار میکنی؟ ایوه خاک آدم و لابت خوشگیل من. سالها بود که ندیده بودم. هنوزم مثل سابق شیطون و تو دل برایی عزیز من. بازم از همون تعارفهای همیشگی. با این حال هنوزم دوست داشتنی عزیز. فداتون بشم من. پس تو خانم کیانو میشناسی؟ بله البته که میشناسمشون. کیه که ناشناسته؟ با دوست عزیزم مرتضی خان مهرابزادگان آشنا شد. ایشونم استاد ابو تراب خوشگیل. خوشبختم آقا. منم خیلی خوشبختم. اجازه بدید بندم دوست عزیز و هنرمند خودمو بهتون معرفی بکنم. فقط سلام. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید همون فتح‌الله خانی که کتاب سباقی نوشته. آفرین. خیر قربان، ایشان مرحوم پدر بندن و من مرحوم پسر ایشان. بله. چه تصادف جالبی. واقعا باعث خوشبختی من است. ببخشید که با اتون با اون طرز صحبت. خواهش میشم قربان. فتح‌الله خان برای کسی کار نمی‌کنه. فقط آمده بود اینجا که ترتیب قضایی بنده رو. بله. عزیزم فتح‌الله خان پیش همون جناب امیر محمود خانی که بهت گفته بودم کار می‌کنه. بهتر از تعارف کم کنید و بر خوردن بیفزایید. بله صحیح. بنده قطعی از اصول را به عنوان نمونه خدمت شما آوردم. بچشید. فردا جوال بیارید و برگیرید. میمیرم برا اصول. بفرمایید. چطور است دستپخت قربان؟ واقعا که خیلی خوشمزه است. جدا شما دستپختتون بی نظیر. نیش برجان قربان. یعنی نوش جان. چی شده؟ دست شما درد نکنه. جدا خیلی عالی شده. نوش جونه. قربون دست پنجونه. سلام خانم. سلام علیک. سلام. اون کلا مال کیه شید؟ مال بنده است. کچلوارشو بردن اوتو کشی. الان میارم. یادت باشه اون کلا و لباس سر همه. با اون لباس همیشه باید کلا سرت بذاری میتی آقا. والا ببخشینا حالا هیچکی کلا سرمون نداشته بود. یعنی خودمونم با کلا همچین زیاد میونه خوشی نداریم. آره عجب که میونه ای نداری ها؟ برای اینو بدون که راننده های من همیشه باید کلا سرشون باشه. این یه دستوره. تو هم باید کلا سرت بذاری. فهمیدی؟ اجباریه ها؟ بله اجباریه. این مطلب رو فراموش نکن. آه
خب حالا که اینطور شد چاکر کلا سرش نمیذاره تا تنها شوفره بی کلا شما باشه. برم خدمتتون. بذار یه چیزی رو بهت بگم میتی آقای راننده، توی این خونه همه باید چی؟ ملافه و پتوی راننده حاضره، یکی از اتاقای پشت همین ساختمونم در اختیارش گذاشتی. بده به من لباساش، هم بعدم بیا. این پتو، اینم ملافه، اینم کمد، اونجا هم حموم و توالت. قربونه دهنت، این یکیش از همه واجب تر بود. باجزه توندم شده بود. برم تو تون خونه. راستی نگفتی اسمت چیه؟ ده شما که میدونی اسمو میتیه دیگه. میتی؟ آقا میتی. نه منظورم این بود که فامیل چیه. من شما مأمور سجل اولی خانم جون، شما فقط ما رو همون میتی صدا کنی. بسیار خوب. البته بعضی هم بهم میگن میتی جون. این اتاق برات خیلی کوچیک نیست میتی آقا؟ ای بابا چی میگه خانم جون، از سر ما هم زیاده، آخرش همه ما یه وجب جان نستی بمونه. وا والا نمیدونستی. اما اینجا که مثل لونه سگ میمونه. همینی که هست برای هفت پشتمون کافیه. ببینم میتی آقا، چطور شد که این شغل رو برای خودت انتخاب کردی؟ دهه مگه بعد خانم جون؟ نه 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 نمیخوام بگم بده. آدم سه وعده غذای حسابی میخوره، یه ماشینی شیکم زیر پاشه، با یه ارباب خوشگلی مثل شما هم سر و کار داره. ارث بابامی که دیگه طلب ندارم، تو اینجاش که خیلی راضی بودم، بعدش هم خدا بزرگه. درسته، ولی زندگی آدم فقط به راضی بودن خلاصه نمیشه. ناره، اما ناراضی بودنش هم هیچ لطفی نداره. ما به همینش هم قانعیم، از قدیم گفتن قناعت توانگر کند مرد را. همین؟ چرا سعی نمی کنی در زندگی برای خودت یه کاری بشی؟ نه، چرا ما رو سوال پیچ می کنی خانم؟ نکنه گوش مجانی گیره وردی هی دلت خواهد نوت کنی؟ خیلی خوب، حالا که اینطوره وایستا تا صبح قیامت هی نوت کن، ما هم وامیسیم و هی گوش می دیم. خب چرا معطلی؟ تو چطور جرأت می کنی با من اینطور حرف بزنی؟ تو می دونی من کیم؟ من کسی هستم که تو رو استخدام کردم و تو این خونه همه کارو دستور بده منم، در حالی که تو اینقدر رود زیاده که به منم دستور میدی. آخه خانم جون تقصیر خودته، هی سرتونه میکنین تو کلاه ما، ببخشین پاتونو مرتب میکنین تو کفش ما. آخه ما چه تقصیری داریم؟ جیب سوراخی مثل ما؟ بفرمین بفرمین نگاه کنین، باید دختر خوشگل و صاحب یه همچین قصری مثل شما آخه خوبیت نداره شاخ تو شاخ بشن؟ مردم بد میگن آخه. میتی آقا جون چیزه این بله، یه کاری واسه من میکنی؟ البته که میکنم، تا چه کاری باشه؟ هیچ مشکل نیست. فقط هر پنج تا ماشین منو امشب باید بشوری. چیتونه بشورن؟
چی شد؟ دهنتون سوخت؟ نه 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 نه، زبونم رو گاز گرفتم. راستاسی که غذای خوشمزه بود، در زندگیم غذای به این خوشمزه که نخورده بودم. متشکرم مرتضی خان، متشکرم. ولی باید از دوستمون فتح‌الله خان تشکر کنم. حتی قربون دستت، فتح‌الله خان تا امروز اینقدر با اشتها غذا نخورده بودم. دستتون درد نکنه، واقعا دستتون درد نکنه، عالی بود. نوش جان شما، گبارای وجود مبارک. قربان شما. حالا باور بفرمایید از این چرنده دریایی میل کنید، نمیدانید چه خوشمزه است، چه خاصیتی داره. خود بندی شکر کردم. نمیترسم بتونه کم بسیم. خواهش میکنم میل بفرمایید. دست بخت فتح‌الله خان از بس لذیذ و مطبوعه نمیشه ازش. نمیشه. مخصوصا وقتی که با سس و بیمو سرم بشه. من یک کمی میل کنید. ضرری نداره. رئیس فشار داد. استاد منتظر زد باش. سب کن. بیار مطلش نکن. بیار این آستین سرخ مرده رو بکنم توش. مواظب خودت باش. خیلی خوب مواظبم. زود باش دیگه. قضیه رئیس بانک و فرموندار یادت نره. رئیس بانک دیگه. شخصیت خودتو حفظ کن. شخصیتمو دیگه چجوری میتونم حفظ کنم؟ من که نمیتونم همه چیز حفظ کنم. شراب. یعنی خفه. چشم. خدا بلی. برو. خانو. یاد داشت. آه بله مرسی. به به. خیلی معذرت میخوام آقا یون. جناب امیر محمود خان، خواهش میکنم بفرمایید. میل دارید با یکی از دوستان من آشنا بشید؟ مرتضی خان. بله خیلی خوشبختم. میگم بالا دوباره برمیگردم. ایشون هم جناب امیر محمود خان هستن. چه تصادف، واقعا باعث افتخار بنده است. اصلا فکر نمی‌کردم که جناب امیر محمود خان اینقدر جمول و خوش قیافه باشه. اینقدر شکوره. درسته. نمیدونین همین جمول چه گرفتاریایی برای من درست کرده. تمام مدت باید دخترها رو از اطرافش پیش بدم. برای همین علت مایلم هر چه زودتر دختر شایسته و مناسبی براش پیدا کنم. باور کنین منم درست همین گرفتاری شما رو دارم. گرفتاری؟ بله. گرفتاری؟ مثلا گرفتاری بنده چی چیه؟ ملاقات با رئیس بانک و قضیه دیدار با اون یارو چوب جارو. ملک ملوچ گود آفترنون آفترنون باید آفتونون لنگ و پاچه بوغلمون میخوریمون. به بچه خیاشوری حالی گرفتاری من این آقا جون. خب از ملاقاتتون خیلی خوشحالم آقا یون. خب جانم، چون بنده به رئیس بانک قول دادم که مقداری پول به بانک قرض بدم، با عزتون مرخص میشم. عزت زیاد. خدافظ. فظ. آره جانم خدافظ. خیلی کردم و رفتم. خدا حافظ. عجیبه. خدا نگهدار. دیگه بهتر از این نمیشه. چی بهتر از این نمیشه؟ بدونین فردا قراره به افتخار خواهرزاده قشنگم یه مهمونی بدم. میخوام از شما و جناب آقای امیر محمود خان دعوت کنم سرافرازمون کنی. عالی شد. خدا متاسفانه باید عرض کنم ایشون اینقدر وعده ملاقات و گرفتاری دارن که خیال نمی کنم بتونن تشریف بیارن. هر طور شده باید بیارینش. حالا چجور خودتون بهتر میدونید. خواهش میکنم راضیش کنید. بسیار خوب، به خاطر شما سعی خودم رو میکنم. عالیه. میدونین چه نقشه ای دارم؟ نه چه نقشه ای؟ بیایید. بیایید. بیایید از این خواهرزاده من و جناب امیر محمود خان این یار مبارک بادا. ایشالله مبارک بادا. آقای مرتضی خان بدجنس، تو خیلی سرنگ. امیدوارم موفق بشی. موفق میشم استاد، موفق میشم. خلافز خلافز خلافز. آقای مرتضی خان کلاه. چرا همچی میکنی خانم؟ باز یادت رفته کلا بذاری سرت؟ لاله لاله. حالا فرض کنیم به احترام شما نذاشتیم سرمون. تازه ما که گفته بودیم اصلا کلا خوشمون نمیاد. بله تو گفته بودی، ولی من که قبول نکردم. اصلا خودم میخوام بشینم پشت رو. تو برو از اون طرف سوار شو. چه بازی در آورده. خب
خب بفهم منظورتون از این تون رفتن چی بود؟ کلوم بذار سرت. باز گذاشتی؟ به تو هم هیچ مربوط نیست که من چی کار میکنم. چیز عجیبیه. اصلا نمیفهمم شما چرا انقدر به این کلاه قزمیت پیله کردین؟ اصلا میدونین چیه خانم جون؟ بسه جر رو بحث بی خودی نکن، کلاه بذار سرت. بذار سرت. گوش کنید چی میگم، اصلا کلاه بی کلاه. همینجا در خدمتم تا تشریف بیارین. بهت دستور میدم کلاه بذاری سرت و الا اخراجی. بسه دیگه خانم جون، راستی حالمو به هم زدی از بس گفتی اخراجی اخراجی. دیگه هم زحمت گفتنش نکش چون خودم دارم میرم. خداحافظ. بارکات دستورش رو نگاه کن، هر عیبی داشته باشه اوتو نوشته. آخه جو سلام علیکم. سلام آقا، اومدم ببینم فردا وقت داریم برای سرویس و رگلاژ ماشینم. اوتو ده شیطونه میگه. کدوم آدم عاقلی حرف شیطونه گوش کرده که تو دومیش باشی؟ آخه تو که این زن رو نمیشناسی. خیلی نداره، یه خورده عاقلانه تر فکر کن. با اون ماشین قرازه چطوری میخوای کاسبی کنی و زندگی تو بگذرونی؟ راست میگی. خیلی متشکرم. پس لطفاً دستور بدین زیاد دقت کنم. خیلی خوب، میگم زیاد دقت کن. متشکرم آقا، خداحافظ. خداحافظ. خانم، آقا واسه چی انقدر خوشگلی؟ مگه آزار داری؟ نه برقی همچون نسیم گل‌ها با من برقص و غوغو کن. نه امیدوارم مهناز خواهرزاده عزیزم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بله اتفاقا به تا رسید جلو قرار گرفت، ولی نمیدونم چلی او. ناراحت نباشین، میبینینش، زیادم میبینین. بله بله قول میدم. بله میبینینش، حتما هم میبینینش. مسخرش میخوام ببخشید. میدونید قربان، وقتی شما پسندیده باشید من پسندیدم، دیگه بقیه این مطالب خود به خود حل. بله من زود میپسندم. نسب من خب، پس میخوریم به سلامتی جنابالی و زندگی پر سعادتی که در انتظار مهناز عزیزمه. تشکر. باریکالا خیلی خوب رقصیدی، خسته نباشید. متشکرم. استاد سلیقتون تبریک میگم. که اولین نفر منو برای رقصیدن انتخاب کردیم محقق داشتیم. واقعا که آخه میدونید خانم، من یه اشراف زادم، از اون اشراف زاده های قدیمی فراموش شده، ولی مسئله معروف که میگن دود از شفاق بالا میشه اگه خریه. من شجر نامم دارم الان تو صندوق مادرمه، بعد از 13 پشت هم میرسه به ابن فلافیل قلقل زاده. خب اگه این آقای قلقل زاده سرداری چیزی بودن؟ نه خانم، سرداری چیه؟ او بزرگترین دیوونه زمان خودش بوده، مدان دیوونه عشق. آخه اون عاشق دختر همسایه دیوار بدیمشو بوده. وای چه جاله. چه بوده؟ ببینم منظورتون از این حرفایی که میزنین چیه؟ منظورم اینه که شما اجازه ندید منم مثل 13 جد بزرگوار خودم آقای ابن فلافیل قلقل زده دیوونه عشق بشم. پیشنهاد ازدواج ما رو قبول کن خانوم.
غذا داره. به چی میخندی اگه منم به تو بخندم خوشت بیا؟ آره؟ من به حرفای شما نخندیدم آقا. من به اون آقای قلقل زاده خندیدم. آها، پس در مورد پیشنهاد ازدواجم چی جواب میدی؟ موافقی؟ آره؟ آخه من هنوز تصمیم نگرفتم ازدواج کنم. اگه یه روزی تصمیم گرفتی چی؟ میگی دستمو بندازم؟ خب، اون وقت در مورد پیشنهادتون بیشتر مطالعه میکنم. اوه، چونگه، بیشتر مطالعه میکنم، اوه، خودت دونم، امیر محمود خان به نظرم مرد بدی نباشه. به هر صورت باید بیشتر بهش فکر کنم. یک کمی هم باش معاشرت کنم تا ببینم چی میشه. عالیه دختر. متشکرم مامان. من مطمئنم که امیر محمود خان مرد متشخص و سنگین رنگی نیست. منم مطمئنم که مهناز خانم یه دل نه بلکه صد دل عاشق امیر محمود شده. حالا دوران عشق و عاشقی شروع میشه. شروع میکنیم و شروع میکنیم. ببخشید استاد، پس ما دیگه کاری نداریم. مرخصی موسی. نه برعکس، تازه اول کاره. اولشه. تو امیر محمود خان جان. جان امیر محمود خان جان، باید از هر فرصتی برای نشون دادن شخصیت خودت استفاده کنی و به مهناز نشون بدی که چقدر دوستش. نشونش میدم. نشون کاملا درسته. اینجوری ببین، الهی که قربانت برم امیر محمود عزیزم. بشین بی تربیت. چرا دوشکون میزنی؟ خواهش میکنم. دعوا داره. خب من چی داشتم میگفتم؟ میگفتی دوستش دارم. چی؟ ببخشین استاد، دوستش داری؟ بله، دوستش داری، دوستش داری، داری. توی اتومبیل، توی رستوران، سر میز شام، حتی روی اسب. حتی روی اسب. اجازه بدین، چی داری میگین؟ گفتی روی اسب؟ آقا چجوری؟ خب معلومه، مگه عیبی داره؟ ببین اینجوری، الان بهت نشون میدم. آقای بیلی، لطفاً بفرمایید اینجا. لطفاً بفرمایید بنشین دیگه. خب حالا فرض میکنیم که شما مهناز خانم. استاد خجالت داره. من کجا و مهناز خانم کجا؟ خواهش میکنم آقا، در اصل که مناقشه نیست. بنشین دبرر، بنشین ببینم چه غلطی میخواد بکنه. آره. معذرت میخوام موسی جان. بفرما جناب علی. بله. من راستی چی داشتم میگفتم؟ پدرم هم میگفتی من مهنازم. خب بقیهش درسته. بله، فرض میکنیم که تو مهناز هستی. فتول خان شما هم لطفا تشبیه بیارید اینجا. باندرم میفرمایید؟ بله. من چی کنم؟ برای اینکه شما دو نفر معلمای امیر محمود. شما رو کنار دیوار بیست و خوب تماشا کن. چشم. لابود بنده باید اینجا بنشینم ده. پاتو درست بگذار توی رکاب. یک سوارکار ناشی نباش. چه مزی داره؟ جان. جان. هر کس بنشین زار و دوزار خوشش. آفرین. نه چسبایه. بشین دیگه. ولی خوب. خوب حالا. حالا امیر محمود خان و مهناز خانم هر دو در حال معاشقه در آغوش طبیعت سوار بر اسب، در حالی که هر دو یک پارچه احساس هستم، در جاده خلوت پیش می روم. لحظه شاعرانه، هر دو کاملا از خود بی خود شدم. خب حالا بگیم ببینم چه احساسی با دست. بگشنا بیا برو. بیا برو. چی شد؟ آقا این با آدم ویشکون میگیره. یرگان ویشکون غلط مرد حسابی نیشکان. بالاخره من نفهمیدم این موضوع اولاق سواری من چی شد. یهو چیکار میکنه؟ اخلاق این از شیعه میچه عدسی میکنه. اخلاق شما رو داره امیر محمود خان. اختیار داری؟ ایز بیدیم بیان جلو دستونو ببوسم. دستونو بدیم بدیم من تو ببوسم دیگه. کجا رفتی؟ این چنر چی میکنه؟ چنر هم چی میکنه؟ ای بون منو برداشت، منو برداشت.
آتیش گرفتم. بی نگرانی خب چی شد؟ ببینم رضایت بخش بود؟ 100% اشرافزاده است. یک اشرافزاده واقعی. خودم حدس می زدم. از قیافش معلوم بود. خب می خوریم به خاطر زندگی پر سعادتی که در انتظار توست مهناز عزیزم. سلامتی. به سلامتی. سلامتی. چی شد؟ میتی آقا سلام. سلام از بنده است. دعوتم نمی کنی بیام پیشت؟ بیان پیشم؟ خب اومدین پیشم دیگه، چه جوری میخوام بیام پیشم؟ اختیار اینجا خونه خودتونه، دعوت لازم ندارین. بفرمین. متشکرم. امروز دراماتیک شدین. میدونی؟ نه راستش حوصله‌ام خیلی سر رفته. آخه همه این مهمونی ها این هم ساده و خشک و بیروه. چی بگم؟ راست راستی حال آدم رو به هم میزنه. گفتم بیام پیشت ببینم چی کار میکنی. هیچی، دعا به جون شما میکنیم. میتی؟ بله. میشه یه سوالی ازت بکنم؟ بفرمین، اما به شرط که 20 سوالی نباشه. به نظر تو من دختر جذابیم؟ خب معلومه دیگه، این که پرسیدن نداره. اندامم چی؟ خوبه؟ چشمم به کف پاتون کوشن، اونایی که نمیتونم ببینم. پس چرا به من توجه نداری؟ دیدی حالا؟ دیدی حالا؟ دیگه قرار نبود ما رو دست بندازی خانم جون. آخه ناسلامتی، اون طرف کلی مهمون داری، میتونی باشون خودتو سرگرم کنی. با تو حتی کفش ما بکش بیرون. صبر کن. دلت نمیخواد پیشت بمونم؟ لاله، امروز روز جمعه است، خرابش نکن. مگه روز جمعه با روزای دیگه چه فرقی داره؟ هیچی، جمعه روز مرخصیه. حسنش اینه که آدم آزاد و هر جا دلش بخواد میتونه بره. خب از اینکه سراغ مخلص اومدین یک دنیا ممنونم. زد زیاد. او راستی اون مسواکم متعلق به دندون چاکره، نه لبای قشنگ شما. تو رو خدا یه دقیقه صبر کن. بله دیگه چه فرمایشی بود؟ با زنی قرار داری میتی آقا؟ والا روزای مرخصی یه حس داره، اونم اینه که آدم مجبور نیست جواب سوال هر بار ببینم شده. اون از من خوشگلتره. فقط اینه میدونم که از تو خیلی استقصدارتر و مطمئنتره. جدی میگی؟ جون شما. خداحافظ. خداحافظ. چرا همچین میکنه؟ تو بچه مکانیک چطور به خودت اجازه دادی که لوله بنزین از اونجا رد کنی و کار دست ماشین صاب مرده بدی ها؟ ببینم تو چجوری اومدی اینجا؟ من اینجا رو بلم. هه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 ه
مگه قیافم خیلی خنده‌دار شده؟ آه نه، فکر کردم بهتر ما دوتا جامون رو با هم دیگه عوض کنیم. تو بشی مهدی آقا شوفر مهناز خانوم، منم بشم مهناز خانوم سرور مهدی آقا. اون وقت نمیدونم چجوری براتون کار کنم که شما از من راضی بشین. آها، باید مثل یه راننده خیلی خوب از ماشین، از موتور، ترمزا مواظبت کنی و همیشه در کارت منظم و مرتب باشی. فکر سرعت رفتن و ویراج دادنم از کلت خارج کنی. بله قربان، اطاعت میکنم. راستی گفتی سرعت، باید برای من یه کاری انجام بدی، ممکنه؟ چه کاری؟ میدونی من چند روز دیگه باید تو مسابقه اتومبیل رونی تهران شرکت کنم و حتماً اول بشم. خب این چه ربطی به ما داره؟ خب تو باید یه بازرسی کامل از ماشین من بکنی، ببینی عیب و علتی نداشته باشه. این مسابقه برای من خیلی ارزش داره، من حتماً باید اول بشم. تو چشم، حتماً این کارو میکنم. یه ماشین وسط سرویس میکنم که مثل عقاب از همه جلو بزنه و اول بشی. اما بهتره حالا مشغول کار شیم که جمعه‌مونو مفت دست بدیم. بپر ببینم، یالا تو شرخ عقب رو بکن، منم شرخ جلو. بوده مطلش نکن. چشم و سایت فرد. هم به سلامتی اوس میتی میکنی کنت دیگه از این به بعد میکنم که خصوصی ده. به سلامتی. برم اونجایی که درد و بلا نباشه. سلامتی میتی آقا. هندقه بلا. آخ چه کیفی داره میتی. میگم آ تو خیلی آدم خوشبختی هستی. چطور مگه؟ چه جوری واسط بگم؟ میدونی من خودم هم راستش نمیدونم چی میخوام بگم، اما اینقدر میدونم که هر وقت کسی خوشم میاد ثروتم ما نمیشه. خب اگه ناراحتید اینه بندازش دور. چه رای حل جالبی، دهن تو وا میکنی و میبندی میگی بندازش دور، مگه آشغاله؟ نو کردم، اگه دلت نمیخواد خب نندازش دور، این که دیگه ماتم گرفتن نداره. تو خودت ازش ناراحتی مگه نه؟ آره درسته، حرفات همش درسته، اما من بد جوری بار اومدم، به زندگی پر تجمل عادت کردم. آره میدونم، میدونم که خیلی ایراد داره. ایراد نداره. الله، اگه من میپرسی هیچ کدومش فرقی نداره، یکی اون بالا و یکی این پایین، هر دوش میگذره. میتی جون ببینم، میتی تو چرا اینقدر اون ماشین قرازتو دوست داری؟ لابد اگه زنم بگیری میبریش تو ماشین و همونجا باش زندگی میکنی. آره؟ خب مگه چه بیدارم؟ هر کی ما رو میخواد ماشین قرازمونم میخواد، تو همونم بابا زندگی میکنه غیر اینه. ولی آخه بچه ها چی؟ اونام پیش ننه باباشون همون تو میمونن و هی بول میخورن. گوش کن میتی، من دلم میخواد بچه هامو تو فضای باز بدون و بازی کنن. ماشین که جای زندگی کردن نیست، اونم اون ماشین خورازه چپ شده تو. بینم تو چت شده منو. کدوم بچه ها؟ خودتو به کوچه علی چپ نه، اصلا تو پدر خودخواه و مستبدی هستی. چی میگی بابا؟ اگه یه روزی من صاحب بچه شدم احتیاجی به ناز و نعمت تو این حرفو اصلا ندارم. تو همون ماشین لکندی هم میتونن رشد کنن و بیان بیرون بدون سنار پور. اونو که خدا خودش میرسونه، وقتی هم که بزرگ شدن خودشون کار میکنن و پول در میارن. تو با این کارا اونا رو تو زندگی بدبخت میکنی. اصلا به تو چه مربوطه؟ بچه های خود منم. درسته، ولی بچه های مادرشون هم هستم. من به مادرشون اصلا کاری ندارم. چطور؟
اگه اون زن تو نیست باید به کار بچه‌هاش دخالت کنه. نه نمیکنه. باید بکنه. نه باید بکنه. ولی من دخالت میکنم. تو دخالت میکنی؟ من یه شرط هست. همه تا به تو چه مربوطه؟ سب کن. مثل که سیمام خاطی پاتی کرده. جان بیشین تا در و سر بار میخند بای شده مهدی آقای راننده شوفر من از خانم در وا میکنه و زلک میذاره بالا. نشو نگوشم بالا. نه تو راننده من از خانم نیست. پکی هستم. بیا بیجا بگو دیگه. بیا بهت بگم آخه چرا میترسی؟ بگو نیست اینجا. نه نیست بگو دیگه. خیلی چقدر خوشبخته. مهناز تو امشب چت شده؟ موضوع چیه؟ مادر آهسته تر صحبت کن، ممکنه خواب بپره. خواب پس مهناز خانم میخواد تو مسابقه اتومبیل رونی شرکت کنه که مثلا اول بشه. چطوره؟ هیچ فکر نمی کنه اگه یهو زرد خواه اونم تلم بشه. خواه اون وقت تکلیف ما چی میشه؟ آقا مهدی موقعشه که دیگه کلکه رو جور بکنی. چطوره؟ اینطوری. الو کجا الو گرفتی؟ مهدی آقا شما این بیا بیا. چی شدی؟ آره آره بگیم ببینم خبر تازه چی دارین. بگو دیگه. داری میگه؟ داری میگه؟ نه نه استاد تشریف ندارن، هر مطلبی هست به من. اینقدر عرق بخوری که نتونی گزارشتو بدی. تو که جون منو به لبم رسوندی. خب بگو ببینم چی شده، میخواد چی کار کنه؟ عرق میخوره، بده من دوت فوشش بده. الو ترمز 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 کن.
من هیچ عادت ندارم کسی به من بگه الو، فهمیدی؟ گزارشم پیت تموم شد. حالا یه خورده خودمون حرف بزنیم. اون یارو امیر محمود خان حالی چطوره ها؟ دیدینی به من چی میگفت؟ خیلی با مزده مرگه میگفت؟ جون من سوری رو خیلی دوست دارم، رفتنش، خندیدنش، حرف زدنش، عرق خوردنش. مخصوصا اون نگاهش آدمو میکشه مرگ تو. تو نمیدونی تا کجاهای آدم از سر میکنی. حالا بگو بینم نظر تو چیه؟ اما به شرطی که راست بگی ها، چاخان پاخان تو کار نباشه. دیدی اومد یه نسازی؟ بی وفایی صحبت نکن جون من، صحبت نکن خوشگل من. خب حالا شدی تو دل برو. راست رزی داشتم کلافه می شدم. دیگه با من این شوخی ها نکنی. راو دیگه من دیگه بخوام بخوام با تشمون با تشمون. ماشینشو خراب کن. ماشینشو پایی من دیگه تا اون داره بچهشم با من خوب نمیشه. چرا میزنی؟ ببینم بچه چه خیال کردی؟ گوره منو خوردی؟ تو از همین الان اخراجی. همین الان برو حسابتو برسون، گورتو گم کن. گوش کن چی میگم عروسک مامانی. اگه تو مسابقه رو باختی عوضش جونتو نباختی. اینقدر اخراج به رخ ما نکش، روزی ما دست تو نیست کوچولو. حالا مگه جنون سرعت به کلت زده و دلت میخواد خودتو بکشی؟ اشکالی نداره. دلم خودی تربیت به من دست بزن. یاد خودتو لوز نکن. تو حق نداری با من اینجوری رفتار کنی. دلم خون. برو بالا چه نشکنه. چی کار داری میکنی؟ یاد در ماشین رو باز کن. کجا میبری؟ به این میگن مسابقه ماشین رونی. حال جا اومد؟ دیوونه هر احمقی میتونه پاشو بذاره رو اون پدال گازو هی فشار بده. ماشین که مغز نداره، این مغز تویه که باید اونو درست را ببره. ماشینت هم اگه چرخاشو درآوردم فقط برای این بود که جلوی خودکشی تو رو بگیرم. ولی حالا هم دیر نشده. اگه خیلی ناراحتی بفرما، راواز و جاده دراز. اما یادت باشه که غیر از خودت یکی دیگرم به کشتن میری. عاشق سینه چاک جناب امیر محمود خان. نداری جون، من اشتباه نمی کنم. خودم با این چشمام دیدم و با این گوشام شنیدم که داشت با زن دیگه ای عشق بازی میکرد. ممکنه، ولی دخترم از این دایه پیرت قبول کن که اشتباه میکنی. این سوء تفاهمات مهناز عزیز بین زن و شوهران پیش میاد، چه برسه به عاشق و معشوق که یه پارچه احساسم. ولی دایی جون، من مطمئنم که دختر دیگه ای در کاره. دختر دیگه ای تو کار نیست، باور کنین هیچکی نیست. ولی خواهرزاده ای من میگفت با چشمای خودش دیده و با گوشهای خودش شنیده که شما با دختر دیگه ای رابطه دارین. آقای امیر محمود خان، آقای چطور همچی چیزی ممکنه؟
من تمام وقتم رو با مهناز خانم میگذرونم. من تو فرصت نمی کنم سرم رو بتراشم. میگم سرم رو ریشم رو فده. مرتضی خان عزیز، من میدونم این قضیه از کجا آب میخوره. مهناز و جناب امیر محمود خان احتیاج به یک محیط خلوت با عاشقانه دارن. منظورم رو که میفهمی؟ الله اکبر. اتفاقا منم همین عقیده رو دارم. پس اجازه بده خودم ترتیبشو بدم. ببین مهناز عزیز، بهتر بی احساسات عاشقانه اونو تحریک کنه و این ویلا هم تمام شرایط درش جمع. حالا اگه دختر جذابی هم کنارش باشه موفقیت حتمی نیست مهناز عزیز. ها؟ بفرمی، آتیش کردم. نه کجا برم خانم؟ با من حرف نزن. بله، باز دیگه چی شده خانم؟ میگم کجا برم؟ گفتم با من حرف نزن، مگه نشیدی؟ پس اجازه بدیم برم از یکی دیگه بپرسم اینا مهناز خانمو کجا باید ببرم؟ بیا ببرم اتون. تهرون. چی؟ تهرون؟ بله، مگه گوش حضرت آقا سنگینه؟ گفتم تهرون، گلو زود باش را بیفت. لاله، باز جن میشه. سلام عرض می‌کنم. سلام، متشکرم. لطفاً چمدونای منو از داخل صندوق عقب به اتاقم بیارید. شما بفرمایید، بعداً براتون میارم. بسیار. ببخشید خانم، اگه با منده امری ندارین از حضورتون مرخص شید. نه خیر، تو هم بیا تو. چند تا مستخدم و مستخدمی داری؟ تنها خادم ویلای عشق من هستم خانم. من تو کدوم اتاق باید لباس عوض کنم؟ در اتاق خواب خانم. چرا تو اتاق خواب؟ چون در ویلای عشق فقط یک اتاق وجود داره و اونم اتاق خوابه. آقای در عشق، اتاق من کجا؟ عرض کردم که در این ویلا فقط یک اتاق خواب وجود داره. حالا بستگی به خودتون داره که چه جوری اونو تقسیم کنین. وای خدای من، فقط یک اتاق وجود داره. بعد تکلیف من چی میشه؟ این از محسنات این ویلاست. عشاق جوان باید تا مدتی که در اینجا هستن گرمی بدن و حرارت تنفس همدیگر رو حس بکنه. چی داری میگه مرد حسابی؟ من مخت معیوبه. تو داری راجع به چی صحبت میکنی؟ راجع به ویلای عشق. عشاقی که به اینجا میان حتما باید از پیمانه عشق هم سیراب بشن و غم زندگی رو در آغوش هم فراموش کنن و آغاز زندگی مشترکشون رو جشن بگیرن. نفهمیدم. ممکنه بفرمایید این کلمات قصار از کیه؟ زمستان سرد گذشته در منزل شخصی زیر کرسی. الان برات مجسم میکنم. سر یک میز در یک گوشه دنج در پرتو نور آفتاب. ببخشید مهدا، با یک میوزیک ملایم دارن به هم مشروب تعارف میکنن و در زم در گوشه هم نواهای عاشقانه زمزمه میکنن. ابو تراب تو عجوبه ای واقعا. چه کنم، چه جاره جویم. شب بخیر دایی استاد. شب بخیر امیر محمود خان. راستی یادم رفت بهت بگم، میخوام به افتخار امیر محمود خان یک مهمونی با شکوه برگزار. ولی استاد عزیز، مخارج این مهمونی به عهده منه. نه نمیشه، به عهده منه. به جان تو نمیشه. نه نه نه، به عهده منه. اصلا تو از طرف عروس، منم از طرف جناب امیر محمود خان. امیر محمود تو اینجا چی کار میکنی؟ منتظر مهنازم بیاد بریم نامزد بازی. یعنی اون بدون تو رفته اونجا؟ آره. نه ممکن نیست اون تنها رفته باشه. باش تو رو خدا.
من خودم با چشای خودم دیدم که مهناز خانوم و آقا مهدی با ماشین با هم رفت. دیدم برمیگردم یه بابا خواب دیدی خیلی خیر باشه. اما اونا صبح خیلی زود رفتن. از اون موقع تا حالا تو نشستی اینجا. بله. بی بود خودمونو برسونی به تلفن. ولی استاد ناراحت نباش، میکی فقط یه شوفره. آره یه شوفره، اما یادت رفته که یه مردم هست از اون گذشته. اون ویلا خودش یه تله هست. چه؟ یه تله. استاد از این طرف جانه. آره از این طرف عجیبه. من میگیرم. الو؟ گوشی رو بذار مزاحم مسخره. الو. خوش آمدی که آمدی.
زنم به دریا، دل را دانم به دریا. خوش آمدی که آمدی، زنم به دریا، دل را دانم به دریا. حسنا جون یواش، تو یه چیز بهش واق داری. استاد یه کمی آهسته تر، زیاد عجله نکن، یه وقت تصادف میکنیم. تصادف هم کردیم به جهنم، تو نمیدونه اون ویلا چه تلهیه، بهت عجله کرد. میتی؟ میتی بیا دیگه. تو چشم، نوکرتم هستم. فقط صبر کن، یه گیلاس با هم بخوریم بعد بریم بالا. اوخ زیاد شد. آخه حالا چرا اینجا؟ بیا بریم بالا، همونجا بشینیم با هم قشنگ مشروب بگیریم. اول اینجا میخوریم بعد بیا. بده به من. مرسی، به سلامتی. نوش جونت. گاز با چه تو گلوم. خیلی خب، حالا بیا بریم بالا. خب بریم اینه دیگه. بریم. صبر کن میتی، هیچ میدونی چی کار داری میکنی؟ باز تو اومدی خورست بیمار. حالا موقع این حرفا نیست، برو ولم کن. میتی با تو هم. لا 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 لا، چی میگه؟ تو مرد با وجدانی هستی، نباید اینطور اسیر هوا و هوس خودت بشی. این کارو نکن. بابا من چه تقصیری دارم؟ اون خودش اینطور میخواد. میتی چرا نمیاد؟ آقا این که نمیذاره که. اصلا به تو چه مربوطه؟ دلم میخواد برم. از جلران برو کنار. ده بازم وایستاده. اگه من نرم، اون یارو امیر محمود خانه گزمی تو بادارش میکنن این کارو بکنه. تو چی خیال کردی؟ مگه من دل ندارم؟ مگه من حق ندارم؟ بیا 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 جنو من، بیا گوشت بیا جلوتر. به کسی نگی، من سخت عاشق شدم، البته برای اولین دفعه تو عمرم. حالا بازم میگی نرو؟ اونقدر بی‌انصاف نباشی که بذار برم. جلومو نگی، جلو من بذار برم. اینه معنی عاشقی و دوست داشتن. آدم کسی رو که دوست داره دامن عفتش رو لکه‌دار میکنه. چرا ماتت برده؟ جواب بده. آره انگار حق با توه. تو چی کار میکنی؟ چرا نمیای؟ نه من دیگه نمیام اونجا پیش تو. بیا اینجا، میخوام یه چیزایی بهت بگم، یه چیزایی که شاخ در بیاری. یا چرا وایسادی بیاری؟ من میخوام هر چی که هست و نیست بسات بریزم رو داریه. از قدیم گفتم مستی و راستی. حالا خیال دارم مستی رو بونه کنم و همه چیز رو بسات بگم، چون دیگه بیشتر از این نمیتونم رول بازی کنم. میدونی این جریان مثل خوره داره تمام وجودمو میخوره و عذابم میده. من دیگه بیشتر از این طاقت ندارم، چون تو دیگه برای من اون معناس خانم روز اول که نیستی. حالا صداتو که میشنفم زانوام میلرزه و زبونم بم میاد، خودم هم نمیدونم چرا. اصلا بهت بگم تمام این بازی ها دروغه، همش کلک مرگی تو. تو چی داری میگی میتی؟ کدوم بازی ها؟ من که سردر نمیارم. همین استاد بازی و امیر محمود خان بازی و این چیزا دیگه. حتی رانندگی میتی آقام تمومش به خاطر 5 میلیون ثروتیه که تو داری. اونا اون بیچاره امیر محمود خان بی‌نوا رو آوردن، بهش همه چی یاد دادن تا بتونه مورد توجه تو واقع بشه. اصل و نسب و خونواده و تحصیلاتش همه کلک اندر کلکه. حتی اومدن من به اونجا به خونه شما واسه این بود که رول جاسوس رو بازی کنم. البته این در مرام ما نبودم. خلاصه بهت بگم مواظب خودت باش. این ویلا رم به طوری که یارو پیش خدمته بهم گفت استاد ابوتراب درست کرده، که هر وقت لقمه چرب و نرمی مثل تو به دامش افتاد
با یه بیچاره مثل امیر محمود خان که مثل عروسک آلت دستیشه بفرسته تو این ویلا و کارو تموم کنه. نه بگو که دروغ میگی. میچی بگو. به جون خود تمامش راسته، باور کن. حق بازه شارلاتان و تو هم مثل بخی. شما همه تون سر و تایی یک عربازی. خیال کردین من چی هستم؟ یه کارای تجارتی یا یه عروسک؟ عزیزم بذار برام توضیح بدی. یه لازم نیست توضیح بدی. من همه چیزو میدونم. ریختشو ببین. اگه ریخته من چه میداره؟ نفهمیدم. مهناز جان این فقط یک سوء تفاهم. اجازه بده برات جریانو بگم. دیگه لازم نیست حرف بزنی. فقط میدونم که آرزوی 50 میلیون ثروت منو به گور میبری. حالا این موقع شب کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ چه جور نامزدی که اختیارش دست من نیست آقا جان؟ میرم تا با اولین مردی که سر راهم قرار بگیره عروسی کنم. میفهمید عروسی؟ عروسی؟ با تو؟ اوه شون داره احساس سکته بهم دست میده. اوه نه 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 میدونستم. چرا؟ میدونستم که این ثروت لعنتی باعث بدبختی من میشه. هیچ کس منو به خاطر خودم دوست نداره. این چه حرفیه میزنی عشق من؟ من تو را به خاطر خودت میخوام و پولتم به خاطر خودم میخوام عزیزم. پس ثروت من مانع ازدواج ما نیست؟ اوه نه مهناز جون، اگه ثروت تو بخواد مانع ازدواج من همه شو یه جا خرج میکنم تا مانع از بین بره. عزیزم نه عجب خریه. ببینی چه بعد فداکاری هستم عشق من. ها جان قلقل ببینی؟ آقای قلقل زاده. جان قلقل زاده چی بخوای بگی عزیزم؟ بعد از ازدواجمون تو که این اخلاقو نداری منو ببری تو ماشین و همون تو زندگی کنیم. ها تو ماشین زندگی کنیم عزیزم با این همه ثروت؟ آ عشق من چی داره میگی؟ نکنه حالت خوب نیست ها؟ شما مردم همه تون سر و تن یک عربازی. همه تون خودخواهی. هیچ اهمیت به حرفای زنتون نمیدیم. من میخوام بچه هم تو فضای باز بودن و زندگی کنن. ماشین که جای زندگی کردن نیست. اونم اون ماشین قرازه چپ شده. چی داری میگی عزیزم؟ ماشین کدومه؟ ما هنوز ماشین نخریده چپش کردی؟ اصلا تو یه پدر خودخواه و مستبدی هستی. عشق من، ما هنوز ازدواج نکرده. تو من صاحب بچه کردی؟ بچه، بچه، چه بچه ای تو بلبا پونی؟ مثل پدرش پسرم هست. اجازه بدی اسم جدمون رو روش بذاری؟ ابن فلافیل قلقلزاده. اوه تو هم که مثل من سیمات قاطیه. میدونم به خاطر ازدواج با من ذوق زده شدی عزیزم، اما تو رو به خدا گریه نکن عشق کوچولوی من. همیشه پیشت بی بودم. بله پدر من، همه ما رفتنی هستیم. بله دنیا کارمان سرایی بیش نیست. بله جان من، می آیند و می روند، می رویم و می آیند. خب جناب اوستاد، اجازه جناب علی. آدم همیشه پرنده نمیشه. اینطور نیست دوستان؟ بله ولی استاد عزیز، تا شکست نباشه آدم مزه پیروزی رو حس نمی کنه. بله اینم خودش حرفیه. در ضمن استاد باید خوشحال باشیم که دوره علافی تموم میشه. در ضمن زندگی با شکوه کلافی شروع شد. کلافی؟ بله بیا بریم بعدن معنیشو برای جناب علی بگویم. استاد بایی جزیر شما خداحافظ. خداحافظ جی. خب فرمایشی بود مهندس جان. استاد میخواستم بغض کنم اما دیدم اینجا جاش نیست، میرم که بغضم نداری. خداحافظ. بیا مهندس جان، بیا باید. خداحافظ. روز از نو، روزی از نو، دوباره میشیم همون مهتی آقای شوفر. جواب تمام حرفاتم نیست. بی خودم اصرار نکن، فایده نداره. درست، حق با توه. در مورد مهناز من اشتباه کرده بودم. اشتباهی که داره به قیمت زندگی یه دختر بیگناه تموم میشه. دختری که الان با دیوونه بازیش داره جوونیشو نابود میکنه. خب این به ما چه مربوطه؟
اون خودش هر کار دلش بخواد میکنه. احتیاجم به وکیل و سینا داره. آره میتی آقا، آدم بالغ احتیاجی به وکیل و سینا داره. اما اگه کسی به خاطر عصبانیت از دیگران، مثلا من یا تو، بخواد دست به عملی بزنه که حکم خودکشی رو داره، ما باید بشینیم و سکوت بکنیم؟ آیا تو راضی میشی مهناز دختری که تو رو دوست داره با مرد دیگه ازدواج کنه و تمام عمر خودشو بدبخت بکنه؟ ها؟ این خودکشی نیست؟ لا نه 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 من نمیدونم استاد، اینقدر میدونم که من واسه مهناز ساخته نشد. اون زن هر کسی دلش میخواد بشه بشه، به من هیچ مربوط نیست. فردا ماشینم حاضر میشه و سر میزنم به بیابونا و میرم دنبال یه لقمه نون حلال. شما اصلا اینجا نیومدی و متیقا شوفرم نیدی. عجیبه، هیچ فکر نمی کردم که تو اینقدر آدم بی احساسی باشه، ولی حالا میبینم که این آهمپاره ها برات بیشتر از یک انسان اهمیت داره. اونم مهناز، دختری که تو رو بیشتر از جونش دوست داره. خیلی سواری این ماشین قرازه بشو، هر جهنمی که دلت میخواد برو، ولی اینو بدون که تو داری خودتو گول میزنی. از قیافت معلومه که وجدان تا چه حد ناراحته. خودت خوب میدونی که مهنازو خیلی دوست داری، تظاهر به نفهمی نکن. در زمینو بدون که ثروتمندم رنج زندگی رو حس میکنم، همونطور که منو تو حس میکنم. به مال من داشتم باید آرزوشونو به گور ببرن. عزیزم اگه تای دلت فکر میکنی این کارت اشتباهه، خانم تورشون حاضره. متشکرم، مرسی. تو داری جوانی تو با مردی که دوست نداری از بین میبری. هیچ فکر کردی که باید یه عمر باهاش زندگی کنی؟ مثل اینکه دیگه یه خورده دیر شده مادر. ای یار بابا اولاد بدا، ای گلم بابا اولاد بدا. آخه مردی که تو انتخاب کردی با تو هیچ تناسبی نداره. آخ مادر، این چه بلایی بود که سر خودم آوردم. ما آوردم عروس جا. سلام. سلام. او عشق ما، چقدر زیبا شدی. این لباسا چقدر به تو بیاد. او راستی این کارتای ناقابل و با تمام وجودم دم در پیش خدمت داد به من، گفت بدمش به شما بفرمایی.
گفت یه مردی اونو برای شما آورده. مانس جان، من مرد حسودی نیستم، ولی میتونی به من بگی کی اینو برات آورده؟ ها؟ صاحب خانم نمیگم. هیچ کس به من جواب نمیده، کار نهی تو. با شما؟ نه، خب برم چیز بکنم ولی. ها. اون چیه؟ یه کلاس. مادر، مادر چه بوی خوبی میده. حالا فهمیدم کیه. کی کیه؟ او چیه؟ برو مهناز، تا دیر نشده خودتو بهش برسون. نمیفهمم خودشو به کی برسونه؟ من که اینجا؟ بیا عزیزم، بیا عشق ده. متشکرم، متشکرم مادر. نه آزاده مجرم، چرا میخوری دنبال به هم میدوه؟ عزیزم، باید تا من اینجا نماز کجا داره میره؟ بلندم کن. عزیزم بلند شد. بیا اینم کلات. چی شدی؟ عروش درده؟ آره عزیزم. حالا میفهمم فقط تو به درد من بخوری. بریم. به شوق روی تو من زدم پر، به خانه عشق تو زدم سر. خوش آمدی که آمدی، زنم به دریا دل را، زنم به دریا. خوش آمدی که آمدی.